سلام به شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه کوتاه با خبر در تلویزیون کانال جدید هستید. به مهمان امروز برنامه شیرین شمس هستند. ضمن سلام به شیرین شمس، من اولین خبر رو میخونم و بعد سوال رو میپرسم. دادسرای ارشاد تهران میگه هر که برای موزیک تازه ساسی داب سمش بسازد میگیریم. سوال اینه، علت این دشمنی آشکار با ساسی منکن چیه؟ واقعا مشکل رژیم بدآموزی او به کودکان است؟ بفرمایید. سلام به شما کیوان جاوید و بینندگان محترم کوتاه با خبر. خب ساسی مانکن یه موزیک ویدیو تهیه کرده، یه ترانه ای رو تولید کرده که دوباره در جمهوری اسلامی یه بلوایی به پا شده. اساسا خاصیت و ماهیت آهنگای ساسی مانکن اینه که شاده، آهنگایی که میشه باهاش رقصید. این یکی از ابعاد مورد توجه آهنگای ساسی مانکن هست. خب این برای یه طیفه از نوجوانا خیلی جالب توجه، نوجوانایی که توی مدرسه بهشون فرهنگ آشورایی و فرهنگ دفاع مقدسی تحمیل میشه، جوانا و نوجوانایی که جایی برای شادی کردن ندارن، کارناوال شادی نمیتونن داشته باشن، مثل جاهای دیگه دنیا نمیتونن برقصن، تو خیابون پایکوبی بکنن. اصلا شادی یه مسئله هست که شادی و رقصیدن در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی خودش به یه معضل تبدیل شده. خب این آهنگا میتونه جالب توجه باشه برای مثلا نوجوانا، برای یه طیفی از جوانا، و همین دلیل این بعد آهنگای ساسی مانکن در تضاد با اون فرهنگیه که جمهوری اسلامی سعی میکنه تو مدارس به خصوص اشاره بده، اون فرهنگ غم و عذاب و فرهنگ آشورایی رو تو سر و کله خود زدن. از این جهت خب این دوتا با هم در تناقض هستن. حالا فارغ از اینکه چه نقدایی میشه رو مثلا ترانه های ساسی مانکن آورد یا مثلا چقدر میشه از ابعاد جنسیت زده بررسیش کرد، حالا به این مسئله نمیپردازیم. اما آهنگ اخیرش که خب که خیلی سر و صدای خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی که بعد بعضی از مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن، حضور الکسیس تگزاس هست، ستاره پرن، که رگ غیرت بعضیا در واقع کلفت شده که این آموزش بد به کودکان هست. ولی در واقع مسئله این افرادی که اومدن اینطور نقد کردن، آموزش بد به کودکان نیست، چون اگر آموزش بد به کودکان باشه نشانه اون نوک پیکان حمله باید به خود جمهوری اسلامی باشه، حکومتی که تو ملأ عام دار میزنه، اعدام میکنه، تو کتاب داستانهای کودکان عکس اعدام کردن و دار زدن هست. تو همین دو سال گذشته چندین کودک حتی زیر 10 سال اعدام بازی کردن، همدیگر رو یا کشتن سر اعدام یا خودشون رو کشتن. خب چطور میشه که الکسیس تگزاس آموزش بد میده به کودکان اما اعدام آموزش بد نمیده؟ بله. چطور میشه آموزه های قرآنی و دینی تو مدارس به زنها یاد میدن که شما باید حتی رو شطور هم وقتی که شوهر کردید به شوهرتون سرویس جنسی بدید؟ اینا آموزش بد نیست؟ و خیلی موارد دیگه ای که یاد میدن به بچه ها، به دختر بچه ها مخصوصا، که این تو ذهنشون نهادینه بشه که این دختران در واقع افرادی هستن، جنسی هستن که باید سرویس جنسی بدن. اینا آموزش بد نیست اما الکسیس تگزاس آموزش بده. بله ببینید، خیلی وقت محدوده، شما تو این بخش 4 دقیقه وقت تموم شده و... بله من فقط اینو بگم، این یک بهانه است و برای اینکه این موزیک حالا به همین دلیل خاصیت شاد بودنش در تضاد با ارزش‌های جمهوری اسلامی، یک همچین تهدیدی رو کردن که هیچ کس حق نداره از این مسئله دابسمش بسازه. خب موضوع دوم، 42 سال حکومت اسلامی، پوست مرغ کیلوی 6000 تومان. سوال اینه چرا اینطوره که یک کشور بسیار ثروتمند باید به چنین روزی بیفته؟ امیدی به تغییر زندگی مردم هست؟ ببینید، تا وقتی که جمهوری اسلامی هست در واقع این وضعیت برقراره، فقر و فقر مطلق داره یک جمعیت قابل توجهی از ایران رو در واقع درگیر خودش میکنه. اون پوست مرغی که قبلا به دور ریخته میشد متاسفانه امروز به فروش میرسه برای یک افرادی که هیچ امکانی ندارن، هیچ توانایی مالی ندارن برای که حتی بتونن مرغ بخرن، حتی
پای مرغ بخرن، که قبل از پوست مرغ بحث سر پای مرغ بود، از پای مرغ رسیده به پوست مرغ. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی حاکم کرده در سالهای گذشته، به خصوص تحریم ها رو بهانه کرده، از طرف دیگه دزدی ها و غارتگری ها رو بیشتر کرده. یک در واقع سفره ای هست که هر کدوم از مقامات و آیت الله ها و سران نظام جمهوری اسلامی و نوه هاشون و نتیجه هاشون و فرزندانشون یه قسمتی از این رو دارن میکنن و میبرن، مردم هی تو فقر و فقر فرو میبرن. تا وقتی جمهوری اسلامی هست وضعیت به همین حالته. امیدی به تغییر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا با این دستمزد اخیری که برای 1400 مطرح کردن. اما بله، مردم یه امید بزرگ دارن و اون سرنگونی جمهوری اسلامی. بله. و موضوع سوم، آمریکا دو بازجوی سپاه پاسداران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد. سوال اینه، از میون این سازمان ضد بشری و ضد انسانی که شکنجه کسب کار اونا هست، چه احساسی فقط از تحریم دوتا بازجو دارید؟ در برابر اینا چه سیاستی باید در پیش گرفت؟ خب ببینید، هر کدوم از سران و مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی که دستشون در به شیشه کردن خون مردم آغشته هست، اگر تحریم بشن، تحت فشار قرار بگیرن از طرف دولت‌های غربی و به طور کل جامعه جهانی، نشانه پیشروی جنبش اعتراضی به اسم جنبش سرنگونی طلبانه هست. اما مسئله اینجاست که لازم هست این تحریم‌ها، اما کافی نیستش. چیزی که ما الان انتظارمون هست از دولت‌های غربی و به طور کل دولت‌های کل دنیا و مشخصا حتی آمریکا که اومده یا همچین کار رو کرده، اینه که جمهوری اسلامی رو بایکوت بکنن. مسئله سر تحریم یک نفر و دو نفر نیست، کلیت جمهوری اسلامی حکومتی هست که نماینده مردم ایران نیست. و این یه نمونه بازجویی که عکسش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک نمونه از کل سران نظام جمهوری اسلامی، مقامات نظام جمهوری اسلامی دستشون به خون مردم آغشته هست. فقط بازجو نیستن، اینا قاتلن، اینا جلادن. بنابراین خواست ما اینه که محکومیت فقط کافی نیست، تذکر دادن کافی نیست، تحریم کردن کافی نیست. حکومت جمهوری اسلامی در تمام مجامع بین‌المللی باید طرد و منزوی بشه. خب آخرین خبر، و شما ببینم چقدر وقت دارید، 2 دقیقه و نیم. 7 روش برای ایجاد اتحاد سازنده با دگر باشان، این تیتر خبری بود که من دیدم. اما سوال نه، اهمیت یادگیری درباره دگر باشان و به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن به اونا رو چطور میبینی؟ اهمیتش در اینه که خب این یک در واقع مسئله و معضل در جامعه ایران شده که یه بخشی از جامعه که رنگین کمانی هن، ترنس هن، دو جنسگران، همجنسگران، کویرن، حق زندگی کردن ندارن، اصلا انسان محسوب نمیشن، آدم محسوب نمیشن تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، و مدام از قوانین هوموفوب گرفته تا تبلیغات هوموفوب سعی میکنه که جمهوری اسلامی از طریق ارگانهای مختلف اینو تو جامعه تولید و بازتولید بکنه. بنابراین نه تنها فرصتی برای اینکه اصلا به جامعه گفته بشه که اینها حق و حقوق داشته باشن نداشته جامعه، بلکه یک رعب و وحشتی هم از همجنسگرا بودن، دو جنسگرا بودن و ترنس بودن و رنگین کمانی بودن به وجود آورده. برای خوشبختانه در 10 سال گذشته که خب تا اونجا که به ما هم برمیگرده، به عنوان سازمان جوانان کمونیست که پرچم رنگین کمانی ها رو بالا بردیم و به جنبش رنگین کمانی ها در ایران پروبال دادیم، نورافکن انداختیم، برجستش کردیم، خب الان میبینیم کمپینایی به وجود اومده، کانال ها و گروه های تلگرامی به وجود اومده، اینستاگرامی به وجود اومده، چهره هایی از این جنبش اومدن جلو، خوشبختانه دارن حرف میزنن. هرچی بیشتر صحبت بشه، هرچی بیشتر در رابطه با حق و حقوق رنگین کمانی ها صحبت بشه، خیلی تاثیرگذار هست. مسئله فقط یادگیری نیست. ببینید تو جنبش زنان هم بحث سر اینه، ما بریم حق و حقوق زنان رو یاد بدیم، ما یاد میدیم، ولی در کنار اون نوک پیکان حملمون به طرف جمهوری اسلامیه که امروز وقتی هر کی صحبت میکنه در رابطه با جنبش زنان در ایران، میگه یه انقلاب زنانه در ایران حاکمه علیه جمهوری اسلامی. در مورد رنگین کمانی ها هم همینطور باشه، آموزش، فرهنگ سازی، همه اینا باید باشه و در کنار اون نوک پیکان حملمون به سمت جمهوری اسلامی باشه که یک طیفی از جامعه رو از ابتدایی ترین حق و حقوق خودشون محروم کردن. بیشتر باید صحبت کرد، گفتمانهای بیشتری باید راه انداخت، حرکت‌های میدانی بیشتری باید کرد، بحث‌های بیشتری باید راه انداخت، و این بسیار تاثیرگذاره. و اون یادگیری که ما میگیم باید یاد داد حق و حقوق، در دل اینها خیلی بیشتر میتونه پیش بره. مرسی. خیلی ممنون، مرسی که با ما بودید.
بله بینندگان عزیز، با شیرین شمس بودیم در برنامه کوتاه با خبر. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.